سلام رفقا، یه چیز خیلی جالبی که جدیدم مد شده توی اعتراضات و توی انقلاب ما این قضیه راهپیمایی سکوته. من اینو نمیفهمم واقعا. ما توی انقلاب هستیم، ما در برابر یک دیکتاتور قرار داریم، نه یک حکومت دموکرات که یک چیزی رو یک جایی اشتباه کرده یا یک چیزی جای خودش نیست، یا میخوایم حق یه طرفی رو بگیریم. این در مورد یک جامعه است. جامعه ما زیر سلطه یک دیکتاتوره. این راهپیمایی سکوت داره به فرهنگ تبدیل میشه. خب باید زیرک باشیم اینو بفهمیم، باید بدونیم که از کجا میاد، باید بدونیم چه کسی این پلن رو ریخته، چه کسی برای ما طراحی کرده که ما راهپیمایی کنیم، سکوت کنیم، در سکوت بریم جلو، که اصلا خودمونم نمیفهمیم برای چی اومدیم بیرون. وقتی تو نمیخوای به دیکتاتور یک چیزی رو نشون بدی، اومدی بیرون راهپیمایی میکنی، سکوت میکنی، اون چی رو بفهمه؟ اون از حرکت تو چی رو درک کنه؟ غیر از اینکه یک عده بلند میشید، میاید بیرون تو خیابونا، تو پیاده رو راه میرید و هیچی عوض نمیشه، همه برمیگردن خونه هاشون. ما میخوایم تغییر کنه، ما میخوایم همه چی رو به هم بریزیم، ما میخوایم از کسی که امروز هموطن ما رو اعدام کرده بدون اینکه خونه‌اش در جریان باشه، دیروز مادرش پیشش بوده، رفته پیشش، بغلش کرده، باهاش عکس گرفته، هیچ خبری از اعدام نبوده، ولی حکومت خودکامه جمهوری اسلامی امروز صبح اعدامش کرده، بعد زنگ زده به مادر که بیاین پسرتون رو زیر خاک تحویل بگیرید، جنازه رو دفن کردن، بعد به مادر زنگ زدن. میخوام فقط یک چیزی رو بگم، از این فرهنگ راهپیمایی سکوت مزخرف دوری کنید، خواهش میکنم. این یک دلقک بازیه، این یک مسخره بازیه. یعنی واقعا جمهوری اسلامی همه بچه‌های با غیرت ما، همه بچه‌های شجاع ما رو کشت، زندانی کرد؟ یعنی ما فقط اینقدر داشتیم توی ایران؟ یعنی این همه شهید دادیم؟ بیش از 500 تا ما شهید دادیم، 18 تا 20 هزار نفر توی زندانن. بعد میایید راهپیمای سکوت میکنید که جمهوری اسلامی ما میترسیم ازت، باشه، ما حرفی نمیزنیم، نه شعاری میدیم، نه چی، یواش میایم راهمون رو میریم و برمیگردیم، پیاده روی ساده میکنیم برای سلامتی ما.